بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سلام، عیدتون مبارک. فرحت و زهرا رو تبریک میگم خدمت تک تک شما عزیزان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. الحمد لله که در روز نهم ربیع، روز عید و زهرا، روز شادی اهل بیت علیهم السلام در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه معراج و از کربلای معلا تلویزیون امام حسین علیه السلام. میتونیم برنامه معراج رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. خوشحالیم که در این روز میتونیم شادی اهل بیت علیهم السلام رو مد نظر قرار بدیم و به شادیشون شاد باشیم ان شاء الله. در خدمت شما عزیزان هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب استاد بهرمن. سلام علیکم آقا. علیکم السلام. اسعد الله ایامکم و رحمت الله و برکاته. خدمتتون اسعد الله ایامکم. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم و روز فرحت الزهرا بر آقا امام زمان علیه السلام تبریک عرض میکنم و امیدوارم خدای عز و جل در این روز به همه شیعیان لطف و عنایت خاصی بفرماید انشاءالله. خیلی ممنونم از دعای زیباتون. دوستان عزیز، انشاءالله این روزها هر جا مشرف میشید برای جلسات عید الزهرا ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. برای جلسات ختم لن حتما فرج امام زمان عجل و فرج الشریف رو در نظر داشته باشید. انشاءالله با فرجشون دفع بلا و وبا بشه از همه بشریت، خصوصا شیعیان امیرالمومنین علیه السلام و کسانی که این روزها به شادی اهل بیت علیهم السلام شاد هستن. بریم انشاءالله روایت برنامه رو ببینیم و برگردیم و در خدمت جناب استاد بهرمن باشیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. أذكر دينك تأسيس مواکب برای خدمت به زوار آقا امام حسین علیه السلام، این عملیه که در عمل ائمه هدا علیهم السلام ریشه داره. یعنی وقتی به روایات اهل البیت علیهم السلام مراجعه کنیم میبینیم خود ائمه اطهار علیهم السلام مثل حضرت سجاد سلام الله علیه برای عزاداران آقا امام حسین علیه السلام طعام و غذا تهیه می کردن و برای اونها به عنوان خدمت به اونها غذا در اختیار اونها می گذاشتن. یا در روایت دیگری که مرحوم ابن قولویه در کامل زیارات این روایت را نقل می کند از شخصی به نام موسی بن قاسم حضرمی که او میگوید در اوائل حکومت منصور دوانقی آقا امام صادق علیه السلام میان برای نجف، ظاهرا میان برای زیارت قبر مطهر آقا امیر المؤمنین علیه السلام که تا اون زمان پنهان بود، مخفی بود و شیعیان ازش خبردار نبودن. از زمان حضرت آقا امام صادق علیه السلام قبر مطهر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه برای دوستان و برای شیعیان
آشکار شد. اما بین جاده بین نجف و کربلا خیمه زدن برای خدمت به زوار. میگوید حضرت به من فرمان دادن، دستور دادن بنشین سر جاده، شخصی میاد با این خصوصیات از طرف قادسیه، وقتی بهت رسید بهش بگو در این خیمه یکی از اولاد حضرت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خیمه است و تو را میخواند و تو را دعوت میکند به خیمه. این شخص میگه منم امتثال کردم امر حضرت امام صادق علیه السلام، رفتم دم جاده نشستم، منتظر موندم تا این شخص را ببینم. هوا هم بسیار گرم بود، قابل تحمل نبود گرمایش. مدتی سر جاده نشستم، خبری نبود. نزدیک بود که برگردم دیدم کسی نیست، ادامه دادم. یه وقت چشمم افتاد از دور به یک شبحی دارد به من نزدیک میشه. متوجه شدم یک شتر سواری دارد میاد طرف من. وقتی به من رسید بهش گفتم فرزند پیغمبر اکرم در خیمه تو را دعوت کرده. گفت منو ببر خدمت حضرت. آمد نزدیکی های خیمه، شترش را خوابوند و نزدیکی های خیمه شترش را بست، داخل خیمه شد. این شخص موسی میگه من بیرون خیمه نزدیک در خیمه شدم که ببینم آقای امام صادق علیه السلام به این شخص چی میفرمایند و بینشون چه سخنانی رد بدل میشود. آقای امام صادق علیه السلام بهش فرمودن به این شخص من این قدمت، از کجا آمدی، اهل کجا هستی؟ گفت من اقصى یمن، من از کشور یمن هستم، از نقطه دور یمن به اینجا آمدم. فرمودن اینجا چی میکنی؟ این همه راه آمدی به این قسمت برای چی؟ عرض کرد جئت زائرا للحسین علیه السلام، من این همه راه آمدم فقط به نیت زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه. فرمودن آمده ای من غیر حاجت الا للزیاره، هیچ کار دیگری نداری، فقط آمدی این همه مسیر فقط به قصد زیارت امام حسین. عرض کرد بله آقا، جئت من غیر حاجت، هیچ حاجتی ندارم، فقط نیتم اینه که بیام اصلی عنده، دعا کنم، نمازی بخونم نزد قبر امام حسین علیه السلام، ازوره، او را زیارت بکنم، اسلم علیه، سلامی خدمتش بکنم و ارجع. هیچ نیت دیگری و هیچ حاجت دیگری ندارم، زیارت، سلام خدمت امام حسین، نمازی و برگردم، این همه مسیر فقط نیتش اینه. حضرت بهش فرمودن ما ترونه فی زیارتی، شما چه چیزی دیدید در زیارت امام حسین که این همه مسیر را حرکت میکنید، زحمات را متحمل میشید، مشکلات را متحمل میشید، نیتتون از این زیارت چیه، چی دیدید؟ تا انسان چیزی را ندیده باشه اینطور شیفته و علاقه منده بهش نمیشه. بله. عرض کرد نرا فی زیارته البرکه، ما در زیارتش برای خودمون برکت رو میبینیم، برکت برای خودمون، برکت دارد برای خانوادمون و اولادنا، برکت برای فرزندان ما و اموال ما، برکت در مال ما در این زیارت هست و معایشنا، برکت هست برای زندگی ما و قضاء حوائجنا، حاجات ما در این زیارت برآورده میشه، هر حاجتی که انسان داشته باشد اگر دعا کند. ما به این نتیجه رسیدیم که دعاها در این زیارت چی میشود؟
مستجاب می شود. اینها رو دیدیم در زندگی، لذا ازش دست بردار نیستیم. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن میخوای چیزی دیگری بهت بیفزایم علاوه بر این برکاتی که خودتون لمس کردید و فوایدی که خودتون احساس کردید، آیا بیشتر برات بگم که چه آثاری و چه برکاتی برای شما دارد این زیارت؟ عرض کرد زدنی ابن رسول الله، آقا ابن ای فرزند پیغمبر بفرمایید برای ما چه آثار و برکات دیگری دارد. فرمودن ان زیارت الحسین علیه السلام تعدل حجتا مقبوله زاکیتا مع رسول الله صلی الله علیه و آله. زیارت امام حسین برابر است با یک حج مقبول، پاک، کامل، بی نقص، اون هم حج همراه با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این شخص تعجب کرد که آیا واقعا کسی بیاد به زیارت امام حسین علیه السلام، یک حج کامل، یک حج بی عیب، یک حج بی نقص برای او نوشته می شود، اونم حج همراه با آقا رسول الله. وقتی این شخص تعجب کرد، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن ای والله حجتین، به خدا قسم نه یک حج بلکه دو حج، دو حج مقبول کامل بی نقص مع رسول الله صلی الله علیه و آله. فتعجب، باز تعجب کرد. همینطور حضرت فرمودن سه حج، چهار حج، پنج حج، تا اینکه رسوندن اون را به سی حج. فرمودن ثلاثین حجتا مبرورتا متقبلتا زاکیتا مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. سی حج مقبول پذیرفته شده نزد خدای عز و جل، کامل بی عیب بی نقص، همراه با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بنابراین اصحاب مواکب و خادمین به زوار امام حسین علیه السلام در واقع به کی اقتدا کردند؟ به عمل آقا امام صادق علیه السلام اقتدا کردند. حضرت اومدن صاف بین نجف و بین کربلا خیمه ای زدن تا زائری که برگشته از زیارت یا زائری که قصد زیارت آقا امام حسین علیه السلام را داره بیا در این خیمه استراحت کند و حضرت به او یک لطفی، یک عنایتی بکنن. خدمت به زوار این ریشه در عمل امام علیه السلام را داره. بنابراین اینهایی که به اصحاب مواکب ایراد میگیرن، اینا در واقع خبر از روایات ندارن، این ایرادشون برمیگرده به عملی که امام علیه السلام انجام داده و خبر از این همه لطف و خیر و برکت و ثواب فراوانی که خداوند برای زوار قرار داده است و برای کسانی که خدمت به زوار قرار داده است، خبر از این همه لطف و عنایت ندارن. جواب دیگری که به ایراد گیرندگان به اصحاب مواکب میتونیم بدیم، باید عرض کنیم بله، خدمت به مستمندان، خدمت به فقیران و صدقه دادن به اونها کار ارزشمندیه، کار بسیار خوبیه. روایات ما درباره صدقه میفرماید از صدقه تدفع البلاء 70 بلاء، 70 مدل از مدل های بلا را انسان میتوند از خودش دور کنه به واسطه صدقه به مستمند و صدقه به فقیر. صدقه باعث می شود انسان صدقه دهنده پاک بشود، این علاقهش به مال به واسطه دادن صدقه علاقهش از بین برد، نفس او پاک می شود، مال او به واسطه صدقه دادن چند برابر پاک می شود. اینا همش
آثار و برکات صدقه دادن. لکن باید بدونیم صدقه دادن یک عمل مستحب از جمله فروع دینه، فرع دینه، در حالی که اون کسانی که مالشون را در راه زیارت امام حسین علیه السلام خرج میکنن یا در راه تأسیس مواکب خرج میکنن، این عاملش محبت به امام حسینه. یعنی چی باعث میشود اینها این همه مال در راه خدمت به زوار خرج میکنن؟ عاملش یک چیزه، چون آقا امام حسین علیه السلام را دوست میدارن، ارتباط قلبی اونها با امام حسین باعث میشود که دست به یک چنین خدمتی بزنن، و این مربوط به اصول دینه، محبت به امام حسین، داشتن ولایت امام حسین، دوست داشتن به امام حسین، این مربوط به اصل دینه. و تفاوت بسیار زیادی هست بین اصول دین و بین فروع دین. فروع دین ما زمانی از ما قبول می شود که ما اصل دینمون درست باشه. بله. اگر کسی اصل دیانتش درست نباشه، نوبت به قبولی فروع دین نمی رسد. جناب زراره ابن عیان از آقا حضرت امام باقر علیه السلام حدیث را نقل می کند که امام فرمودن بنی الاسلام علی خمسه اشیاء، اسلام بر پنج پایه بنا شده: علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایه. پنج رکن اسلام، یکی نمازه، چسبیده به نماز همیشه زکاته، همیشه دنباله نماز زکاته. اغلب آیات قرآن وقتی خدای عز و جل نماز را از ما خواسته، دنباله نماز زکات را هم از ما خواسته. سوم صوم و روزداری در ماه مبارک رمضان. چهارم حج و زیارت کردن خانه خدا. و پنجم ولایت اهل البیت علیهم السلام. زراره عرض می کند آقای ابن رسول الله، در بین این پنج تا ای شیء من ذلک افضل، اولویت با کدوم هست؟ بهترین این پنج تا کدام است؟ حضرت فرمودن الولایت افضل، ولایت از همه این پنج تا افضل است، بالاتره. چرا؟ دلیل می فرمود لانها مفتاحهن، کلید نماز ولایته، کلید روزه زکات ولایته. والوالی هو الدلیل علیهن، والی یعنی امام علیه السلام، والولی والوالی هو الدلیل علیهن، امام علیه السلام دلیل بر نماز. اگر امام علیه السلام نباشه، ما نماز را نمیتونیم بفهمیم چیه. احکام نماز رو کی برای ما بیان کرده؟ اگر امام صادق علیه السلام نبودن، من شما الان از احکام نماز خبری نداشتیم. اون چی که خدای عز و جل اراده کرده از زکات، اون چرا که خدای عز و جل اراده کرده از حج و اراده کرده از روزه، احکام روزه را، احکام حج را، احکام نماز را، احکام زکات را امام علیه السلام برای ما بیان کرده. اگر بیانات امام نبود، ما نمیدونستیم که چجوری نماز بخونیم، کیفیت نماز ما چگونه است، احکام نماز چگونه است. کلید تمام فروع دین اصل دینه. اگر اصل دین نباشد، فروع دین اون شأنیت اون شأنیت خاص را ندارد. زراره میگد عرض کردم بعد از مرتبه ولایت کدوم عمل شأن بیشتری و شأن زیادتری دارد؟ فرمودن بعد از آن نوبت میرسد به نماز. نماز که بهترین اعمال
و عمود دینه و پیغمبر اکرم فرمودن الصلات عمود دینه کم، این بعد از پذیرفتن ولایته. یعنی وقتی که انسان قلبش منور شد به نور ولایت و ولایت اهل البیت علیهم السلام را و 12 امام علیهم السلام را پذیرفت، اون وقت اگر نماز بخوند این نماز عمود دین است و ستون دین است. بعد عرض میکند بعد از نماز نوبت به کدوم یک از اینها میرسد؟ بعد از آن میفرمایند نوبت به زکات میرسد که زکات دو قسمه، یه وقت زکات واجبه، یه وقت زکات مستحب. زکات مستحب همون صدقاتی که انسان میده. پس صدقه جزء اعمال فرعیه، در حالی که خدمت به زوار امام حسین علیه السلام چون مربوط به محبت به سید الشهدا سلام الله علیه جزء اصول دینه و بین این دو تفاوت بسیاری که فرمود ما نودیه بشیء مثل ما نودیه بالولایه. چیزی مهمتر از ولایت در دین نیست، که باید این را تأکید کنم چون امروز روزشه، باید عرض کنم که ولایت بدون براءت کامل نیست. نمی شود. بعضی فقط اظهار براءت، اظهار ولایت میکنن و اظهار دوستی به اهل البیت علیهم السلام میکنن، اما نسبت به تبری از دشمنان ائمه هدی علیهم السلام قدری ضعیفن. باید بدونن و باید همه بدونن که تبری از دشمنان دین این کامل کننده ولایته. از این جهت حضرت رضا علیه السلام میفرماد دروغ میگوید به خدا قسم اون کسی که ادعای ولایت و دوستی ما را بکند اما از دشمن ما بیزار نباشه، تبری نجوید. هم براءت قلبی انسان باید داشته باشد، هم براءت عملی باید داشته باشد. قلبا باید بیزار باشد از دشمنان، از دشمنان اهل البیت، اونایی که حق اهل البیت علیهم السلام را سلب کردند، که حق اهل البیت حق خدای تبارک و تعالی است. هم قلبن انسان باید از اینها بیزار باشد و هم در عمل جوری رفتار کند که معلوم بشد او اهل تبری از دشمنان دینه. گاهی به زبان، گاهی به لباس، گاهی به اعمالی که انجام میدهد. مثلا در ایام فرض بفرمون فرحت الزهرا عیدی میدهد به بچه های خودش، این نشون میدهد که من به این روز توجه دارم و میدانم در این روز چه اتفاقی رخ داده است و چگونه دل حضرت زهرا علیه السلام و قلب ائمه هدی علیهم السلام شادمان شده و من به خاطر شادمانی اونها مثلا به شما فرزندان من چی میدم؟ عیدی میدم. یکی مثلا حنا به دستش میزند، یکی دیگر عمل دیگری که نشانه تبری او عملا از دشمنان دین است، با اون عمل این تبری خودش را ظاهر میکند و نشان میدهد. بنابراین باید باید بدونیم صدقه و کمک کردن به مستمندان و نیازمندان بسیار بسیار عمل خوب و با ارزشیه، اما ارتباطی به خدمت به زوار امام حسین علیه السلام ندارد. اون ثوابش ثواب دیگریه. فرقشون فرق بین اصل و فرع. فرع که نیازمند به اصل، که اگر اصل نباشد فرع هیچ قیمتی هیچ قیمتی و هیچ ارزشی ندارد. لذا اگر کسی را بیارن روز قیامت همه اعمال فرعیه را انجام داده، نماز خونده، نماز فرادا خونده، نماز جماعت خونده، نماز شب خونده، بله به اندازه کوه ابو قبیس طلا و نقره در راه محرومین و نیازمندان جامعه خرج کرده باشد، سالیانی
خانه خدا را زیارت کرده باشد، بین صفا و مروه سعی انجام داده باشد، اما قلب او نورانی نیست به نور ولایت ائمه خدا علیهم السلام، هیچ یک از اعمال او پذیرفته نمی شود و جایگاه او در آتش جهنم خواهد بود اگر عالما و عامدن منکر ولایت شده باشد و فقط از دین ظاهر دین را پذیرفته باشه و عقیده قلبی به اولیاء خدا و عقیده قلبی به امامت ائمه خدا علیهم السلام نداشته باشد، او جایگاه او در آتش دردناک جهنمه. بنابراین این دو عمل هیچ وقت قابل مقایسه نیست و تازه اگر بناس ایرادی گرفته بشد باید به ثروتمندان ایراد گرفته بشد، اونها باعث فقر فقرایند، ایراد باید گرفته بشد به حاکمانی که بر اثر بی تدبیری و بر اثر عدم داشتن سیاست صحیح باعث میشن که یک عده از آحاد جامعه فقیر بشن، محتاج بشن، حتی نیازمند به نان شبشون باشن. به اونها باید گفت چرا شما حق فقرا و حق نیازمندها را نمیدید و خداوند در اموال ثروتمندان خمس و زکات را قرار داده، اگر خمس و زکاتش را ثروتمندها بپردازن فقیری در روی این زمین باقی نمیمونه و اگر امور به دست حاکمان با لیاقت باشد اونها با لیاقتشون باعث میشد که فقر از جامعه برداشته بشه. فقیر، وجود آدم فقیر یا به خاطر اینکه اغنیا و ثروتمندان به وظیفه خودشون عمل نمی کنن یا اینکه زمامداران و حاکمان آدم های ناشایست و غیر لایق هستند. خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنونم ازتون، دست شما درد نکنه. دوستان عزیز انشالله ادامه برنامه رو خواهیم داشت بعد از میان برنامه که تقدیم شما عزیزان میشه. وقت شما بخیر دوستان عزیز و همراهان برنامه معراج. بینندگان عزیز تلویزیون امام حسین علیه السلام، یک بار دیگه فرحت و زهرا، ایام شادی اهل بیت علیهم السلام را خدمت شما عزیزان تبریک میگم. این ایام، ایام به درک واصل شدن دشمنان امیرالمؤمنین و دشمنان حضرت زهرا سلام الله علیها هست، از امروز الی 17-18 و همینطور در این ایام، همینطور که خودتون هم مستحضر هستید شادی میکنیم به شادی اهل بیت علیهم السلام. ولی خب یک سری نکات هست، یک سری حرف هایی هست که مثل همیشه کسانی که سخت هست براشون و به نفعشون نیست یا به سیاستشون نمیخوره بیان میکنن که سوال روز برنامه ما میشه و ما هم ممنونیم از عزیزانی که میپرسن، به خاطر اینکه جواب دادن جناب استاد بهرمن برای این سوالات باعث میشه که خیلی ها ذهنشون روشن بشه به موضوع اصلی. و اما سوالی که برای امروز و سوالاتی که برای امروز انتخاب شده، بسم الله الرحمن الرحیم، درباره اهمیت روز نهم ربیع الاول چه دلیلی داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. این روز را بهش میگن فرحت الزهراء، یعنی روزیه که حضرت زهرا علیه السلام شادمان شدن،
که درش یک اتفاق بزرگی رخ داده. یکی از سران سقیفه، یکی از سران منافقین، یکی از غاصبین حق حضرت زهرا علیه السلام، که حق حضرت زهرا حق پیغمبره و حق خدای تبارک و تعالی است، به درک واصل شده در چنین روزی. و این روز باعث شادمانی اهل البیت علیهم السلام شده و شیعیان به خاطر شادی اهل البیت اونها هم چیان شادن و روایات ما روز را عید معرفی کرده. عید روزیه که خدای عزوجل لطف خاصی و عنایت خاصی نسبت به بندگانش دارد و خواهد داشت و برای این روز نامهای متعددی در روایات ما ذکر شده. یکی از نامهای آن قدیر ثانیه. بله. یه قدیری داریم مربوط به ولایت امیرالمؤمنین و ائمه هدا علیهم السلام و یه قدیر دیگری داریم مربوط به براءت از دشمنان امیرالمؤمنین و دشمنان اهل البیت علیهم السلام، دشمنان ائمه اطهار علیهم السلام. و با این قدیر ثانی ایمان انسانها کامل می شود. یک جزء از ایمان ولایت و جزء دیگرش براءت. دلیلی که برای این مطلب هست، دلیل فراوان، ما استناد می کنیم به گفته بزرگان. اولا علامه مجلسی رحمت الله علیه برای این روز شأن خاصی قائل است. فقهای ما مثل مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه وقتی به روز نهم ربیع اول میرسد میفرماید قد اثرت علی خبر مسند الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی فضل هذا اليوم وشرفه وبركته وأنه يوم سرور لهم. میفرمایید من به یک روایتی برخورد کردم، این روایت روایت مسنده نه مرسل، یعنی روایتی که سلسله سندش متصل است به وجود حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله پیغمبر اکرم برای نهم ربیع مطلب دارند و این روز را روز با شرافتی معرفی کردن، روز پر برکتی معرفی کردن، روز سرور و شادمانی بوده برای اهل البیت که روایتش روایت مفصلیه. بنابراین علت این سرور، علت این شادی باید بررسی بشه. در این روز چه اتفاقی افتاده که پیغمبر شادمانه، امیر المؤمنین شادمانه، حضرت زهرا علیه السلام شادمانه، جوری شادمان است که روز را به او نسبت دادن و بهش میگویند فرحت و یوم فرحت زهرا، روز فرحت و زهرا. برای چی فرحت و زهرا؟ برای اینکه یکی از منافقین، اونم نه منافق معمولی، یکی از سران منافقین که اول ظلم را نسبت به اهل البیت علیهم السلام مرتکب شده و به دنبال ظلم او ظلمهای بعدی اتفاق افتاده که روایات ما میفرماد هر ظلمی، هر جنایتی، هر امر شری که اتفاق بیفته در عالم باعثش همون ظلم اولی که نسبت به اهل البیت علیهم السلام و نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام گرفته شد و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه غصب شد. در چنین روزی یک چنین فردی به قتل رسیده، این مایه سرور، مایه فرح و مایه شادمانی اهل البیت علیهم السلام. و شیعیان اگر شادی میکنن به خاطر این جهت شادی میکنن. بله. و این مسئله ای که به تازگی ها سر زبون ها افتاده
به نام روز تاجگذاری امام زمان علیه السلام، این حرف اصلا وجه شرعی ندارد. اگر بناس بدعتی باشد، این حرف بدعته، این بدعته، دلیل بیان براش نیست، این بدعته. و خدمتون عارضم، ولایت ائمه هدا علیه السلام شیء جدیدی و نوعی نیست، از ازل تعیین شده ولایت ائمه هدا علیه السلام و امامت اونها توسط خدای تبارک و تعالی قبل از اینکه زمینی آفریده بشه، آسمانی خلق بشه، ماه و خورشیدی به وجود بیاد، ولایت اونها نزد خدای عز و جل تعیین و مشخص شده است. خیلی ممنونم جا. اجازه بدید ادامه سوالات برای برنامه بعد بگذاریم. خیلی متشکرم ازتون دوستان عزیز. یک بار دیگه این روز رو به شما تبریک میگم. انشالله این ایام در خدمتتون باشیم. برنامه رو از تماشا فراموش نکنید و همراه ما باشید. این روزها روزهای شادی اهل بیت علیهم السلام هست. ضمن این که ما 69 روز به عشق سید الشهدا و اعضای سید الشهدا علیه السلام عزاداری کردیم، الان ایام شادی هست. خب مسلما شادی که انجام میشه در براءت از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام هست و خیلی ها مقابله میکنن باشه. اگر همراه ما باشید انشالله به جوابهایی میرسید که بتونید انشالله سربلند بیرون بیاین در این ایام. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خسته نباشید. سلام.